بهار فصل خوبی برای فکر کردن به مرگ نیست، چون سبزه و درخت و شکوفه و نسیم با گربه های روی دیوار و پرنده های بالای درخت دست به یکی میکنن تا حواس من از این موضوع پرت بشه. برای فکر کردن به مرگ باید تا تابستون صبر کرد، اما نه وقتی که مدرسه ها تازه تعطیل شده و میشه به سفر رفت، و نه وقتی که هوا خوب گرم شده و میشه کنار دریا یا کنار حوض یا کنار میز یا کنار دیوار نشست و نوشیدنی های خنک و هیجان انگیز خورد، یا با قاشق به جون پوست هندونه افتاد، یا توی یخچال خنک مغازه دنبال بستنی یخی گشت. شاید بهتر باشه برای فکر کردن به مرگ تا پاییز صبر کنیم. صبر کنیم تا برگ‌ها کم کم زرد و قهوه‌ای بشن و روزها کوتاه، هوا خنک بشه و آسمون خاکستری. اون وقت اگه بارون بباره و شما دست دوستتون رو بگیرید و زیر بارون قدم بزنید تا یه کمی خیس بشین و بعد بپیچین توی کافتریای جایی تا یه لیوان شیر کوکوی داغ بخورین و بعد برین سینما یه فیلم خوب ببینین که اگه خوب هم نبود مهم نیست، چون با دوستتون همه جا بهتون خوش میگذره، اون وقتی که ممکنه مثل من فکر کنین پاییز هم وقت خوبی برای مردن نیست، حداقل نه تا وقتی که من یه دل سیر روی برگ‌های خشک راه نرفته باشم و به صدای درد دلشون گوش نکرده باشم. انگار برای فکر کردن به مرگ چاره‌ای نداریم جز اینکه منتظر زمستون بشینیم، یعنی وقتی که قطعاً خبری از گل و شکوفه و نسیم و برگ زرد و سرخ نیست، وقتی که هوا سرد باشه اینقدر که بشه نشست کنار یه بخاری گرم و یه لیوان بزرگ چای داغ دست گرفت و همونطوری که از پنجره سقوط دانه‌های درشت برف رو تماشا می‌کنی لیوان داغ چای رو بچسبونی به گونه‌های سرد تو از گرماش کیف کنی، اون وقت به خودت بگی میدونم که مرگ جدیه، که همیشه اون گوشه ایستاده و منتظرمه، اما حالا برای فکر کردن به مرگ وقت خوبی نیست، چون داره برف میاد و من میخوام برم بیرون یه آدم برفی بزرگ بسازم.